سلام علیکم دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. دوال بیاییم که به یک بخش از قصه امروزی گوش بدیم. برو گل احمد، تام از ما بیزار چونی برو دیگه. ای صدا از یک بچگک به نام نسیم بود. ای که او را چی شده و چرا خفه است، بیاییم که به قصهش گوش بدیم. کتی بیل سرشانه خود بسیار خسته شدیم. بیا خوب شد که اونو به باغ رسیدم. سلام بابا نور، سلام. و علیکم سلام توتیگک، بخیر آمدی. بخیر باشی توتی، چرا تو پت پت خنده میکنی ها؟ بگو که مام بفامو. بابا نور، از خاطر کفتر میخندم. کفتر؟ کفتر چی شده توتی ها؟ دیدم که کفتر همسایی شما ملاق میزد. ملاق؟ این خوب بسیار خوب است. تو بگو که کجایی ملاق زدن کفترک خنده داره؟ خنده ما به خاطر کفترک دومی است که بالک شوگر بود و میخواست که مثل کفتر ملاقی او ملاق بزند که به زمین افتی به زمین. خوخ، ای خنده تو از این خاطر بود ها؟ آه بابا نور، مام گوره دیدم بسیار خندیم گرفت خنده. توتی، میفهمی که کتی گپت مرا به یاد قصه نسیم قهرمان انداختی. حالا دیگه چه بسن داری بابا نور؟ قصه را بگو. قصه را سعیست توتی، خیوال بکه دینی سر صفه بشینیم، باز برات میگم. توتی، قصه تو راست که در زمانهای قدیم در یک قریه سرسبز یک بچگک به نام نسیم بود که پایش کمی مشکل داشت و میلنگید. نسیم یک دوست به نام گل احمد داشت که هر دویشان در روزهای آفتابی با جوی کلان قریه برای اوبازی میرفتند. توتیگه که ساز پرک، دیگه چی درد سر بتومد؟ یک روز که نسیم و گل احمد با اوبوزی رفته بودن، متوجه خنده بچه های قریهشان شدن. حالا بچه ها اوزو نسل کرد که می آیا گل احمد و نسیم. نسیم مارا بسیار خوشم می آیا. نسیم ها سای کرد چو تو چک بغلا اک بغلا روان است بقم کنی شان اگه اک زده رس. از دیگه قلی خواهش روز ندارم. خیلی نسیم، دغم شان نباش، ما تو کار خدا میکنیم بچیش. سعید برو که بخیر اوبازی رو شروع کنیم. اوه اوه بچه ها، شما ای گل احمد و نسیم ها کجا ببینین چی تو یک پره یک پره سیر خدا بیاره. خلیل چرا قد در پای مرش خیل میزنی ها؟ نسیم، با این خاطر که تو دا کلا مرد اوبازی نکده، باز امروز از کجا شد که کت پایت آمدی و شوق اوبازی رو کرده. خلیل با تو چیه؟ برو بانو ما. تو رو با بای ما چیه؟ حالا نسیم بیا که بریم اوبازی خود شروع کنیم. سعیل برو که بریم. نسیم میسه سعی که چی میگم برد؟ اینجا خانه نیست که در تشت اوبازی کنی، فهمیدی یا نه؟ حالا دیگه نسیم، یک، دو، سه، اینه. نسیم، مثل من خود کلاش بنداز اوبازی کن. وی بای خدا شد. بوم، گل احمد، کمکم. بگو، نسیم غرق شده ری. ای توتی، نسیم که او بازی را یاد نداشت و دفعه اولش بود، نزدید بود که غرق شوه. خو خدا گل احمد خیر بده که عاجل رفت و او را نجات داد. مگم وضعیت نسیم بسیار خراب بود. نمیفهم که چطور تا خانه شان ببر. نسیم، او نسیم، سلام ما میشنوی رفیق. او گل احمد، سلام تا میشنم. خدا را شکر که باوش اومدی بیادر، انشالله که جور میشی بخیر. نسیم بچهش برد نگفته بودو که کتی پایت و لگه و بازی بتونی سیکو دوالو چطو افتادی. خلیل بچه کمکت گپت سیکو، برو گمشه از این جبان ما. خلیل ای را بفهم که اگر از او بازی را نشانت خواد دادم. سعید سگه تو کتمی پای او گارت او باز شدی، من بیخی همی او بازی را اعلام اتم. برو دیگه خلیل، زیاد گپ نزن. الا دیگه نسیم بخیز کسون خانه ما بریم. سعید برو که بریم گل احمد.
بچه هست کده خود چی گفته رایستی؟ از غرق شدن کده در پای خلیل و خندی و بچه ها سرم بسیار بد خورده. سعی که بچهش ما میگم که تو باید اول در جوهای خورترک رو بوزی میکردی کاشتاش تا یاد میگرفتی باز وقتی که یاد گرفته بودی باز میامدی در جوهای کلان رو بوزی میکردی. گل احمد انشاءالله استا استا در این جوه یاد میگیرم. نسیم امور رقم اگه گفتمت بکنی خوب اگر نه باز ما هم دیگه که تا بوزی نمیرم بچهش. چی؟ رو مرو تنها میمونی؟ شاید از پای لنگم خجالت بکشی و کتیم نمیری. نه نه نسیم او تو نه یک دقیقه استا چو که چی میگمت؟ برو گل احمد تام از ما بیزار چونی برو دیگه. نسیم بیچاره چرا گل احمد درش تو گفت چرا؟ ای توتی هدف گل احمدی بود که نشه نسیم در ایجوی کلان با کدام جنجال بفته. مگم نسیم که هدف گل احمد نفهمیده بود خفه شد. بابا نور این نسیم حالا چی خواد کچی؟ توتی او روز گذشت و روز بعدیش که هوا بسیار گرم بود نسیم میخواست که به تنهایی او بازی بره که یک دم صدای تک تک دروازه خانهشان شنیده شد. باش که برون دام دروازه کیاد بازمو تا بازی هم برون یاد یه قصب خواهی نامدون دیگه. سلام علیکم نسیم. و علیکم سلام گل احمد چی کار داشتی ها؟ نسیم ما به خاطر گپای دیناروز آمدیم که مزهد بخوایم. من خب به خاطر تو گفته بودم بچیش که نشه جوی کلان برات خطر داشته باشه. گل احمد تی اگانه دوستم بودی که کتید میخواستم که عوازی رو یاد بگیرم مگم تا مره تمام ماندی و رفتی. نه بچهش عدف من خب امیدی دیگه از پیشم خفه نباش ما تو خود دوستای قدیمیستیم الان دیگه بیا که بریم عوازی کدن. سعید برو که بریم. اینه نسیم یک چند که با میگم یادت باشه. اینه قسم خود قلاش کو. اوخ های ببینی گل احمد امو تو میکنم. اوه نسیم چطور که امروز هم آمدی؟ با فکرم که از غرق شدن دیروز تیش پن نگرفتی چطور؟ خلیل اگر ده دفعه که غرق شم بازم میایم و آب بازی خدا میکنم. آه دیروز خواهی نمی گل احمد بود که نجات دار اگر گل احمد ده باشه باز چی میکنی؟ تو خواه که تیپا من بیخی خاطر جمع که یاد گرفتن هم میتونی فهمیدی؟ باز میبینی که چطور یاد میگیرم. گل احمد نسیم خواهی بیاین که ادمی صاحب خواه تیم نمیالید. چرا نه سعید این از این نمیشه که استاد هستیم تا اونو درخت که دلب جوی است شاید دم تر بیا پیشکان میزنیم. سعید سعید خود اگه بچه ها در قطار استاد شویم که میگفتم یک دو سه شروع میکنیم. یک دو سه نسیم زود چه مره ایسی دستتا کون خلیل پیش ما کرد امروز در مسابقه از خاطر تو هم پس مادم. بابا نور نسیم چرا اتشاله او بازیه؟ توتی نسیم خواه از اول تصمیم گرفته بود که هر رقم که شوه باید یک او بازی بسیار لایق شوه. باز نسیم یاد گرفت یا نه یاد؟ آه توتی روزا تیر می شد و نسیم پت پت از دگاه تقریبا دو ماه می رفت و به تنهایی او بازی می کرد. یک روز که شبشان باران و ژاله بسیار باریده بود صبحش سیل آمده بود و کل مردم به سیل سیل رفته بودند. نسیم و گل احمد هم در قاطشان بودند. اوه گل احمد چطور سیل شده است؟ این درخت ها را کنده و با خود آورده. آه بچهش کل مردم به سیلش آمدند. سیکو این سیل خواه و جوه بهن خراب کرد. خیره بچهش تو وقت پس پاک میشه. از داخل سیل صدای چیغ می آیا بشنوی؟ آقا نو باش که نزدیک شوه که چی کی هست؟ اون مردم حالا زود چون ندونم که کنون کس خود در سر غرق شدن حالا کسی از گیره نجات سیل نه؟ حالا به خدا بند آجام بره؟ آقا دیوانه خو نیستم خودم از سیل می بره. آقا فکر نکنم متعباز در قریه پیدا شوه. گل احمد توکل به خدا من خودم اندازم و نجات میتونمش. نسیم من خود میگم که خودم انداز ای بچه هایی که یاد داره خودم نمیندازه باز تو که یادم نداری چطور خودم اندازی. خیره باز خواهد دیدی که یاد دارم یا نه. حالی دیگه تو موضوع مده پیش بگی که من خودم اندازم. یالا
اوهو ایخو خلیل است چطور سر جانش گلپر شده خیر ببینی نسیم من نگفتم تو که تیپایت یاد گرفته نمیتونی او بزیره خو امروز فهمیدم که تو بسیار لایق هستی بچهش خیر خلیل هیچ گپی نیست خوب شد که تو نجات یافتی خلیل خوب شد که نسیم بود اگر نه هیچ کس جرات نجات دادن ترا نمیکرد نسیم بچهش تو خو بیخی ما را که تی کار تایران ساختی چطور که ما خبر نداشتیم ای رفیق ما قریب دو ماه بود که تنها میرفتم و آوازی میکردم او مردم امروز نسیم نشان داد که بهترین آواز قریه ماست یا نه که نسیم قهرمان قریه ماست قهرمان بابا نور این نسیم که قهرمان شد قهرمان ها توتی نسیم که تصمیم داشت باید بهترین آواز شوه به هدف خود بالاخره رسید ای خلیل چرا غرق شده بود چرا؟ توتی خلیل که برگکای خود به تپی نزدیک قریشان بچراندن برده بود یک دم سیلوره داخل درک گیر کرد و نزدیک بود که با خود ببرش مگم پدر خلیل که خبر شد نسیم بچی او را نجات داده بر نسیم از امو برگکا یکیشه جایزه داد از منو کفترک بالاو گرم تصمیم گرفته که ملاق زده نیاد بگیره ملاق زده نه بلکل اما ترستوتی اگه ما تصمیم جدی داشته باشیم هیچ چیز مانع پیشرفت و رسیدن به هدف ما شده نمیتانه حتی معلولیت اونه مثل که نسیم ای کار کد و به هدف خودم رسید بابا نور بسیار قصه خوبش بود خوبش خودتی آل دیگه ما میرم که بر هفته آینده کدام قصه یک دیگه پیدا کنم برو که پریم بابا نور دوستای عزیز این قصه را که شنیدین عبدالله فضلی در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود جهان ما آینده ما